فنی و حرفه‌ای اومده تجربی و در تجربی تونسته پزشکی قبول بشه. پس پایه درسی هیچ اهمیتی برای موفقیت در کنکور نداره. پس ذهنتو درگیر این تفکر منفی و ترس از شکست نکن. خودداری از تأخیر کردن خودتان. خیلی از آدمایی که تو مدرسه دولتی هن. من نوکر همه بچه های دولتی ایرانم، چاکر همه بچه های غیر انتفاعی ایرانم، عاشق همه روستایی ها، روستازاده ها، آدم هایی که الان ساکن روستان شهرهایی دور افتاده. بابا عزتی که یه ذره من به دست دادم از شما روستایی ها و شهرستانی ها و شهرهای منطقه دو و سه به دست آمده. تحقیر نکن خودتو، تحقیر نکن خودتو، حتی در قالب جملات با محتوای شوخی و مسخره. متاسفانه خیلی میبینم که شهرستانی بودن انگاری از دیدگاه بعضی از آدم‌های کثیف و پست یعنی عقب بودن از بقیه. هیچ فرقی نداره بین تهران، شمال تهران، جنوب تهران و شهرستان، هیچ تفاوتی نیست. تفاوت در میزان تلاش، اراده، مسئولیت پذیری، عزت نفس و حرمت نفس آدم هست. این خیلی با ارزشه. بین شهرستان و تهران و منطقه یک و دو و سه و روستا هیچ فرقی با هم ندارن. آخر سال کی عزتش بالاتره؟ کی حرمتش بالاتره؟ کی حرمتش بالاتره؟ اینو دریاب. چرا؟ چرا آقا؟ آقا چرا ما انتخاب اول تیسوشانی ها و سمپادیاییم؟ چون برنامه بسیار سنگین و در جهت کسب رتبه های خیلی خیلی خاصه. چون خیلی از المپیادیا با من بودن، خیلی از سمپادیا با من بودن، خیلی از بچه های نمونه دولتی با من بودن، خیلی از بچه های نمونه دولتی با من بودن. چرا انتخاب اول داوطلبان فارغ التحصیل و پشت کنکوری؟ علتش اینجاست. داوطلبی که یک بار در مسیر کنکور شکست بخوره، اگر بیاد یه مقدار تحقیق بکنه، روند برنامه‌ای منو در کانال تلگرام پیشتازان، در پیج اینستاگرامم ببینه، متوجه این موضوع میشه که داوطلب فارغ التحصیل با یخچالی‌ها نتیجه بهتری کسب میکنه، چون مدل کارش روی که تا 8 درس‌ها رو تموم میکنه. یه داوطلبی که الان 12مه هنوز به اون جهانبینی از کنکور نرسیده که وقتی من میگم ما اگر تو از همین الان به جمع من اضافه بشی یا شاگرد من بودی از اینجا به بعد جدی کار کنی تا شب عید کل درس ها رو کامل با هم جمع کردیم، یعنی چی؟ فقط کسی که فارغ التحصیله میفهمه که بعد از عید ما فقط بعد بریم تو فضای آزمون جام جمع‌بندی و تست های ترکیبی. الان ما تا عید پرفشار میریم. اگر کسی با من جلو بیاد و عین کارهایی که میگم پیش بره، ما پایان تابستون کل 10 و 11، حتی اگه تا امروز خوب کار نکردی، میتونیم تا آخر تابستون کل 10 و 11 رو با هم ببندیم و تا پایان اسفند، یعنی 8 ماه دیگه، ما کل 10 و 11 و 12 رو 3 دور از 3 کتاب تست کامل بزنیم و جمع بکنیم. یعنی با کیفیت 100%، با کیفیت 100%. چرا انتخاب اول داوطلبان متوسط و صفر؟ چون یخچالیان زیاد به شاگرد بها میده، زیاد با شاگرد حرف میزنه. این مربی که روبرو وایستاده بچه های سال قبلش سندن که تا 4 صبح میشینه چت میکنه، تا 2 نصف شب میشینه حرف میزنه با بعضیه. چرا؟ چون این آدمی که متوسطه و صفره به یه امیدی به من اعتماد کرده، پس من اجازه ندارم کم بذارم براش. خدا رو 100,000 مرتبه شد در هر 4 گروه داوطلبین، چه بچه های تیسوشان و سمپا، چه بچه های نمونه دولتی، چه فارغ التحصیل و پشت کنکور، چه داوطلبین متوسط و صفر. البته ما خیلی دانش آموز مدرسه دولتی و غیر انتفاعی داریم که خیلی قوی عمل میکنن. من اصلا هیئت امنایی شاهده، ولی خیلی عالی عمل میکنن. چرا؟ چون به حرفای مربیش خوب گوش میده. یه دقت کن قبل از اینکه بخوای بری روبروی آینه وایسی اهدافتو بگی و بگی من در مقابل دوربین کلاسینو، دوربین خبرنگارای بین‌المللی ایستادم. اگر تصور بدی از خودتان داشته باشید، افکارتان منفی می‌شود و تأثیر بدی بر احساس
و رفتارتان میگذارد. زمانی که احساس بدی دارید فقط چیزهای ناخوشایند را به خاطر میآورید. آدمایی که انرژی منفی تو وجودشونه همش اتفاقای منفی میاد جلوشون. تو حق نداری از خودت انتقاد کنی. گفتم از من انتقاد نکن. درخواستا، توجهات، نگرانیها، دلواپسیاتو بیا من بگو. من هر کاری بخوای برات میکنم. از خودت هم اجازه نمیدم انتقاد کنی، چون کسی که انتقاد میکنه ناراحت میکنه اول خودشو. از خودت قدردانی کن بابت جایگاهات و از خودت بخواه که برای احساس ارزشمندی بیشتر چه کارهایی رو باید انجام بدی تا حس ارزشمندی بیشتری داشته باشی. یه سوالی که خیلی از من میپرسید، به خصوص بچه‌هایی که مشکل مالی دارن، میان میپرسن آقا ما نمیتونیم تو سیستم مشاوره شما ثبت نام بکنیم، از نظر مالی هزینش بالاست طرح پروفشنال واسه ما، آیا مشاوره برنامه‌ریزی توسط دانشجوی پزشکی مناسب ما هست یا نه؟ اغلب افرادی که